به سوی فانوس دریایی، نوشته ویرجینیا وولف، ترجمه صالح حسینی، قسمت 11. آقای رمزی با وجود ملال و نومیدیش شادتر و از هر حیث امیدوارتر از خانم رمزی بود. کمتر از او در معرض نگرانی های بشری قرار داشت. شاید همین بود. همیشه به دامن کارش چنگ می زد. نه اینکه خانم رمزی آنطور که شوهرش تهمت می زد بدبین بود، فقط می اندیشید که زندگی در برابر چشمش بود. زندگی اما اندیشهش را به آخر نمی رسانید. به زندگی نظر می انداخت، چون معنای روشنی از آن در ذهن داشت، چیزی واقعی، چیزی خصوصی که آنها را نه با بچه هایش و نه با شوهرش قسمت می کرد. بین او و زندگی سودایی در کار بود و در این سودا او در یک سو قرار داشت و زندگی در سوی دیگر، و او همیشه می کوشید در خور خیش جانب بهتر آن را بگیرد و گاهی با هم به مذاکره می پرداختند. به خاطر می آورد که صحنه های آشتی در بین آنان برقرار می شد، ولی عجیب این بود که بیشتر اوقات باید اقرار می کرد که در نظرش این چیزی که آن را زندگی می نامید وحشتبار و دشمن کام می آمد و اگر به آن مجال می دادی بر گردت سوار می شد. مسائل ابدی در میان بود: رنج، مرگ، تهدیدستان. هیچ وقت نبود که زنی از سرطان نمیرد، حتی در اینجا. و با این همه به تمام این بچه ها گفته بود آن را از سر خواهید گذراند. این حرف را بی امان به 8 نفر گفته بود. به همین دلیل و با وقوف از اینکه چه چیزی فرا روی آنان است، عشق و بلند پروازی و درمانده و تنها ماندن در مکانهای سهمگین، بیشتر اوقات این احساس را داشت. چرا باید آنان بزرگ شوند و همه چیز را از دست بدهند؟ آنها شاد شاد خواهند بود. و با خود اندیشید که باز هم احساس می کند زندگی تا اندازه مشعوم است و مینتا را بران می دارد که با پاول رایلی عروسی کند، چون به رغم احساس خودش درباره سودایش با زندگی، تجربه هایی را از سر گذرانده بود که لزومی نداشت بر سر دیگران بیاید. به گفتن این حرف کشیده می شد که مردم باید ازدواج کنند، مردم باید بچه دار شوند. رفتار و کردار یکی 2 هفته پیش خود را در برابر نظر آورد و از خود پرسید که آیا در این گفته به خطا نرفته است؟ و آیا مینتا را که 24 سال بیشتر نداشت برای تصمیم گیری در تنگنا قرار نداده است؟ آسوده خاطر نبود. آیا در این باره نخندیده بود؟ آیا باز هم از یاد نمی برد که چه اندازه بر دیگران نفوذ دارد؟ لازمه ازدواج انواع و اقسام خصوصیات بود. یک چیز نیازی نبود از آن نام ببرد که اساسی بود، چیزی که او با شوهرش داشت. آیا مینتا و پاول این را داشتند؟ خواند. بعد شلوارش را پوشید و مثل دیوانه ها بیرون دوید. ولی بیرون طوفان بیداد می کرد و چنان سخت می توفید که به زحمت روی پایش بند بود. خانه ها و درخت ها فرو می ریختند، کوها می لرزیدند، سنگ ها به میان دریا می غلطیدند، آسمان به سیاهی قیر بود و تندر و برق از آن می جهید و دریا با موج های سیاهی به بلندی برج های کلیسا و کوها و هر یک با کف سفیدی بر قلهش به میان می آمد. ورق زد. چند سطر بیشتر نمانده بود. از این جهت داستان را تمام می کرد. هرچند از وقت خواب گذشته بود، داشت دیر می شد. این را از نور داخل باغ می دانست. سفید شدن گلها و چیزی خاکستری در برگها سر در گوش هم نهاده بودند و دلشورهی به جان او می انداختند. در آغاز نمی دانست از چیست. بعد به یادش آمد پاول و مینتا و اندرو بر نگشته بودند. دوباره آن گروه کوچک را در مهتابی روبروی در سرسرا که ایستاده بودند و به آسمان نگاه می کردند در برابر نظر آورد. اندرو تور و سبد در دست داشت، یعنی این که خیال داشت خرچنگ و اینجور چیزها بگیرد، یعنی این که از روی صخره بالا می رود و کله معلق می شود.
یا اینکه هنگام بازگشت که به ردیف از بالای پرتگاه می‌گذرند، امکان دارد پای یکی از آنان لیز بخورد. لیز که خورد، فرو می‌غلطد و داغان می‌شود. هوا دیگر حسابی تاریک می‌شد. ولی در همان حال که داستان را تمام می‌کرد، نگذاشت لحن صدایش ذره‌ای تغییر کند. و همچنان که کتاب را می‌بست و آخرین کلمات را طوری ادا می‌کرد که گویی خودش آن را برساخته است، به چشم‌های جیمز نگاه کرد و افزود: و تا به امروز همچنان زندگی می‌کنند. و گفت: قصه ما به سر رسید. و از چشم‌های او به موازات معف شدن شور قصه چنین خواند که چیز دیگری جایگزین شده است، چیزی سرگردان و معف، همچون انعکاس نور که خیره و در عین حال شگفت زده‌اش کرده بود. خانم رمزی رو برگرداند و به آن سوی خلیج نگاه کرد. بلی، نور فانوس دریایی بر آن افتاده بود و در آن سوی امواج نخست دو ضربه سریع و سپس یک ضربه بلند مدام با نظم می آمد. فانوس دریایی روشن شده بود. همین الان بود که جیمز بپرسد: به فانوس دریایی نمی رویم؟ و او هم بگوید: نه، فردا نه. پدرت میگوید: نه. خوشبختانه میلدرد برای بردن بچه ها آمد و قیل و قال حواسشان را پرت کرد. ولی همچنان که میلدرد جیمز را بیرون میبرد، از روی شانه به عقب نگاه میکرد و خانم رمزی یقین داشت که او با خودش میگوید: فردا به فانوس دریایی نخواهیم رفت. و اندیشید: این را تمام عمر به یاد خواهد داشت. خانم رمزی که تعدادی از تصاویری را که جیمز بریده بود، یخچال، ماشین چمنزنی، آقایی در لباس شب روی هم می‌گذاشت، اندیشید: نه، بچه‌ها هیچ وقت یادشان نمی‌رود. به همین دلیل گفتار و کردار آدم مهم بود و وقتی هم که بچه‌ها به رخت خواب می‌رفتند، مایه آسودگی خیال بود. چون حالا نیازی نبود که درباره کسی بیاندیشد. می‌توانست خودش باشد، با خودش باشد. و همین بود آنچه که الان بیشتر وقتها نیاز آن را احساس می کرد، که فکر کند، باری اصلا فکر هم نکند، خاموش باشد، تنها باشد، همه ی هستی و کردار فراخ و تابناک و گویا بخار می شد و آدمی با احساسی از وقار پیراسته می گردید و خودش می شد. هرچند که همچنان در کار بافتن بود و راست نشسته بود، بدینسان بود که خود را حس می کرد. و این خود پس از فرو ریختن پیوستگی هایش برای عجیب ترین ماجراها آزاد بود. لحظه ای که زندگی فرو می نشست، دامنه ی تجربه بی حد و مرز می نمود و به گمانش برای هر کسی چون این حسی از منابع بیکران وجود داشت. یکی پس از دیگری، خودش، لیلی، آگوستوس کارمایکل باید حس کنند که اشباح ما و چیزهایی که به وسیله آنها شناخته می شویم کودکانه است و بس. زیر آن همهش تاریک است، می گسترد و آنقدر عمیق است که به سخن نمی آید. ولی گاه و بیگاه به سطح بر می شویم و با همین است که دیده می شویم. افقش در برابر نظرش بی حد و مرز می نمود. جاهایی بود که ندیده بود، دشت‌های هند. حس می کرد که دارد پرده چرمی ستبر کلیسایی را در روم کنار می زند. این بطن تاریکی به هر جا راه می برد، چون هیچ کس نمی دیدش. با احساس تعالی اندیشید: نمی توانند جلوی آن را بگیرند. آزادی در میانه بود و آرامش و خوشتر از همه فراخوانی و آسودن بر سکوی ثبات. و بنا به تجربهش، نه چنان که به ازای کردار آرامش نصیب آدم گردد، در اینجا کار بسیار ماهرانه‌ای با میل بافتنیش به انجام رساند، بلکه چون قوه تاریکی. آدمی با از دست دادن شخصیت خروش و شتاب و تکاپو را از دست می داد. و هنگامی که در این آرامش، این آسایش، این ابدیت اشیا به هم برمی آمدند و لبان خانم رمزی کلام پیروزی بر زندگی همیشه برمی شد و در اینجا مکس می کرد و به بیرون نگاه می کرد و با آن ضربه فانوس دریایی، آن ضربه بلند مدام، آخرین ضربه که از آن او بود رویارو می شد.
چون همیشه در این ساعت و در چنین حالتی با تماشا کردن به آنها آدم جز این چاره ای نداشت که خود را به یک چیز، خاص چیزهایی که می دید، پیوند دهد. و این چیز ضربه بلند مدام از آن او بود. با در دست داشتن کارش بیشتر اوقات خودش را در حال نشستن و نگاه کردن می یافت و آنقدر می نشست و نگاه می کرد که خود آن چیز می شد، مثلا آن نور. و آن نور یکی دو عبارت کوتاهی را که خانم رمزی در ذهن نهفته داشت بر فراز خود به اهتزاز در می آورد، از قبیل این که بچه ها فراموش نمی کنند، بچه ها یادشان نمی رود، و آن را تکرار می کرد و بنا می کرد به افزودن به آن و می گفت تمام خواهد شد، تمام خواهد شد، خواهد آمد، خواهد آمد، که ناگهان به گفته افزود ما در حمایت قدرت‌های ناپیدایی قرار داریم. ولی به خاطر این گفته آنا از خودش دلگیر شد که آن را گفته بود؟ او نگفته بود، در دام گفتن چیزی افتاده بود که قصد آن را نداشت. چشم از بافتنی برداشت و به بالا نگاه کرد و ضربه سوم را دید و در نظرش چنان آمد که چشمای خودش به چشمای خودش نگاه می کند و آنچنان که به تنهایی از دست خودش ساخته است درون ذهن و دلش را می کاود و آن دروغ و هر دروغ دیگری را از عرصه تجربه می پالاید. با ستودن آن نور خودش را هم بی هیچ خودفروشی ستود، چون چهره در هم کرده بود و می کاوید و همچون آن نور زیبا بود. اندیشید عجیب است که وقتی آدم تنهاست به اشیاء بی جان تکیه می دهد، به درختان و جویباران و گلها، و احساس می کند که خود او می شوند، احساس می کند او را می شناسند، به تعبیری با او یکی می شوند و بدین گونه لطافتی غیر عقلانی را احساس می کند. خانم رمزی به آن نور بلند مدام نگاه کرد، چنان چون برای کسی. خانم رمزی که میل بافتنیش را درآورده بود آنقدر نگاه کرد و نگاه کرد که از کف ذهنش، از دریاچه وجودش مهی پیچان برخاست، نو عروسی به دیدار عاشقش. از خود پرسید چه چیز باعث شد بگویم ما در حمایت قدرت‌های ناپیدایی قرار داریم؟ این ناراستی که به میان راستی‌ها لغزیده بود خشمش را برانگیخت، دلگیرش ساخت، بافتنیش را از سر گرفت. با ذهن خیش همیشه این واقعیت را دریافته بود که عقل و نظم و عدالتی در کار نیست و جز رنج و مرگ و تهدیدسان هیچ نیست. خیانتی پست‌تر از این از دنیا ساخته نبود، این را می دانست. هیچ گونه شادی دوام نمی آورد، این را می دانست. با قیافه جدی و لبهای اندک قنچه کرده می بافت و بیان که بداند خطوط چهرهش از عادت ترشویی آنچنان خشک و جدی شده بود که شوهرش به هنگام عبور متوجه ترشویی در دل زیبای زنش گردید. اندوهناک شد و دوری او دلش را به درد آورد و همچنان که می گذشت احساس کرد که نمی تواند از او حمایت کند و هنگامی که به پرچین رسید اندوهناک شد. در جهت یاری از او کاری از دستش بر نمی آمد، ناچار بود کناری بایستد و او را تماشا کند. حقیقت پر جور و جفا این بود که کارها را برای او بدتر می کرد. به خشم می آمد و زود رنج بود. سر رفتن به فانوس دریایی از کوره در رفته بود. به درون پرچین نگاه کرد و به بسیار نقش بودن و تاریکی آن. خانم رمزی احساس می کرد که آدمی همیشه با توجه به خنزر پنزری، صدایی، منظره‌ای خودش را به اکراه از خلوت گزینی بیرون می آورد. گوش داد، ولی همه چیز غرق در سکوت بود. بازی کریکت تمام شده بود، بچه ها به حمام رفته بودند، فقط صدای دریا به گوش می رسید. دست از بافتن برداشت، لحظه ای جوراب بلند قهوه‌ای مایل به قرمز را آویزان در دست نگه داشت. باز هم نور را دید. با گرته تنزی در بازجویی‌اش، آن هم برای اینکه در صورت بیداری روابط آدم تغییر می‌یابد، به نور مدام نگاه کرد. به آن نور بی‌رحم و بی‌ندامت که آن همه به خودش شبیه بود و با این حال هیچ شباهتی به خودش نداشت و او را زیر فرمان داشت.
ولی با این همه ضمن تماشای مسحورانه آن و در عین بیخودی آنچنان که گویی با انگشت‌های نقره‌ای ظرف مهر شده‌ای را در مغز او می‌نوازد و ترکیدن این ظرف غرق شادیش می‌سازد، اندیشید که شادی دلفروز، شادی بسیار زیاد را شناخته است و نور با کاهش روشنایی روز بر امواج رنگ نقره‌ای روشن‌تری زد و رنگ آبی از دریا بیرون رفت و نور به صورت موجهای لیمویی خالص غلتیدن گرفت و انحنا یافت و برآمده شد و بر ساحل فرو ریخت و سرمستی در چشمان او شعله‌ور شد و موجهای شادی ناب بر سطح ذهنش روان گردید و احساس کرد دیگر بس است، دیگر بس است.